نجات مستر لیگ با مهدی خان. این داستان مهدی مربی می شود. سلام و درود خدا بر شما باد. داخل این ویدیو داستان کاملا فرق می کنه. مهدی پس از مدت ها که توی تیم های مختلف بازی کرده بود، توی تیم های همچون بایرن، اتلتیکو، بارسا بازی کرده بود، حالا رسیده بود به بارسا تو بیکام لژند مهدی، و الان که رسیده توی بارسا ازش درخواست کردن که آقا بیا و بارسا رو دست بگیر و نجاتش بده. اما بدون شوخی الان ما فیت خودمون توی مستر لیگ ساختیم، همونجوری که ببینید با عینک ما هست مهدی، و اینکه الان داستان مهدی فرق کرده. خب داستان مهدی الان شده مهدی بازیکن مربی، هم بیکام لژند چو داریم، هم مستر لیگ چو داریم، و اینکه توی این مستر لیگ خیلی داستان فرق میکنه و جذاب تره. فقط نجات نداریم، فقط هم سرمربی خالی نیستیم، هم نجات میدیم تیم ها رو، هم باید تمام کنفرانس های مطبوعاتی رو درست و دقیق جواب بدیم، هم این که نکته جذاب کار، باید هر تیمی رو که میاریم نجات میدیم وضعیتش رو از اونی که هست بهتر کنیم، و پیشنهادات مربیگری بهمون میاد، پیشنهاد مربیگری تیم های ملی واسمون میاد، تیم های باشگاهی میاد، و میتونیم حتی بریم تو تیم های اونا و مربیگری هاشون رو به عهده بگیریم. پس امیدوارم که از این سر ویدیو لذت ببرید. لایک و سابسکرایب کنید. تو فرنم چوری سر ویدیو مهدی خان وارد میشه و حضور خود رو قطعی میکنه به عنوان سرمربی. بله مهدی خان رو داریم با عینک اون شاهده میکنید، به یک عنوان یک سرمربی رسمی واسه تیم بارسلونا میخواد سرمربیگری کنه و بارسلونا رو از این وضعی که هست نجات بده. دارید میبینید که سرمربی از بازیکن جوان تر و میاد به همشون دست میده، میگه یک روزی من با خود شما بازی میکردم، الان میخوام سرمربیگری بارسا رو بر عهده بگیرم. سی سلش مهدی خان نگاه میکنه، یک مقدار شکمم آورده، بالاخره یک ذره فوتبال کنار گذاشته شکمم آورده در حقیقت، و همه بازیکن ها دست میده، همه بازیکن ها خوشو بش میکنه و میخواد که همه رو بشناسه، گوش همه رو بگیر آقای مهدی خان. بله نگاه میکنیم که همینطوری با اون قهوه نسکافه کاپوچینو 20 ساب چی دستش که اومده داخل تیم، داره میگه که باید چیکار بکنیم چیکار نکنیم. خودش به علاوه بازیکن بوده، میدونه که باید چیکار کنه چیکار نکنه. بعد اومدیم اهداف فصل، تعیین اهداف. خب ببینم که چی میگن اینا رو، بعد دقیق جواب بدیم دیگه، به عنوان یک سرمربی اصلی هستیم خودمون. خب مهدی خان من میخوام در مورد اهداف اصلی تیم در این فصل صحبت کنم. بله بفرمایید. من به عنوان مدیر ورزشی فکر میکنم هدف ما امسال این باشه که قهرمان بشیم. نظر تو چیه؟ خب ما هم واسه همین اومدیم اینجا، عیت دارم اصلا ما واسه همین اومدیم اینجا. چطوره ما بریم برای قهرمانی تو لیگ؟ ببین من میگم هدفمون باید رسیدن به چمپیونز لیگ باشه، چون چمپیونز لیگ اصلا نرسیدیم چند سال باشه، این به هیچ عنوان بلند پروازانه ترین هدف نیست. اما من معتقدم که ما باید فصل در موقعیتی تموم کنیم تا سهمیه چمپیونز لیگ رو به دست بیاریم. پس وضعیتتون داغون، سهمیه هم ندارین؟ بله مهدی خان میگه که حالا یه کاریش میکنیم، ما هم دیگه نگران نباشین، حتما شما رو قهرمان میکنیم ما. خب من حس میذارم که یه برنامه ثابت بهتر جواب میده. خب شما پشوانه من هستین. خب چطور چی میگی؟ من حس میکنم که ما برای رسیدن به استانداردهامون کمی ضعف داریم، اما کادر مربیان کاملا حامی شماست. ممنونم ازت. بله دیدار با مطبوعات، اولین کنفرانس مطبوعاتی با کد و شلوار مهدی خان حاضر میشود. بله شکم رو نگاه کن. بله مهدی خان حضور پیدا میکنه در اولین کنفرانس مطبوعاتی 30 ثانیه نگاه. انتصاب شما رو تعریف میکنم، شما دقیقا یه مربی مهاجر هستین که تعداد زیادی از باشگاه‌های دیگه مربی کردید. آیا انتصاب فعلی خودتون رو دست تا جای چرا بد میگی؟ چرا اطلاعات نداری صحبت میکنی؟ اصلا کجا سرمربیگری کردن؟ آیا حضور شما در این باشگاه نقطه عطفی در دوران کاری شماست؟ بگو این نقطه بررسی دوران حرفه‌ای منه، اینو بگو بهشون. من همیشه از اعتمادی که این باشگاه به من کرده ممنونم، امیدوارم که جبرانش کنم. من نمیدونم این بزرگترین دستاورد منن یا نه، اما مطمئنا این نقطه بررسی هستش. وقتی بهم زنگ زدن اون خبر رو بهم دادن فقط یک ثانیه طول کشید که جواب بله رو دادم. دقیقاً همینه. سبک فوتبال شما در این فصل چه خواهد بود؟ همه میدونم بکشیرش. موزه بکشیرش داره، من جواب دادم. اگر نداری من جواب ندم. داداش اصلا همه سولا چرت بود. فقط بکشیرش. چیزی همینجوری جواب دادم بهت، ولی بکشیرش. این فقط آغاز کار است. این حرف اصلی شد. مهدی گرسنه. نه مربی گرسنه بخش. الان دیگه ما حرف من رو ولش کن. الان اول فصل مگه نیست یه لحظه. توی این فصل مهدی باید تمام هر چیزی که داره رو رو بکنه. خب روز مذاکره هنوز نرسیدیم ما بهش، نه یا رسیدیم بهش؟ خب روز مذاکره رسیدیم، میتونیم بازیکن بگیریم. فقط من ببینم که چقدر ما بودجه داریم اصلا. داشت با این بودجه که شما دارین، فیروز کرمی هم میامد به خدا تیمو میداش میرفت. این همه زیر زد واسه من، ما میخواییم این کار رو بکنیم. چی ندارین خبرتون؟ خب پس این جور که بوچمن ما اصلا تیمی نمیتونیم بگیریم، اصلا بازیکن نمیتونیم بگیریم، فقط میتونم به استعداد یاد بگم نسبت به بودجه که داریم یکی رو واسه ما بگیر. هیچ تیم من چه خبره؟ باز دوباره به خدا کسی بخواد بره، یعنی اوبامیانگو میتونم بدم بره چون اصلا نیستش، یا حداقل یه پولی پولشو بگیریم بزنیم یه زخم به یه زخمی بزن قبول شرایط اوبامیانگ بره. اوبامیانگو فرستادیم رفت، الان پولمون اوکیه، میتونیم بگیریم. بریکس ویت هم میخواد بره، اینم بده بره دیگه، چیکارش کنم؟ اینم بده بره. حالا مهدی خان میتونه بازیکن بگیره. اوکی اوکی، واسه ترکیب اینه. نکن ما بازیکنی که میخوایم فوروارد که داریم، یه دونه دیپای داریم، میتونیم بذاریم بجاش رافینیا، اینا بدن. هافبک هم داریم، دفاع یک دونه، وسط میخوام یه دونه هم
چپ و راست میخوان. البی این اسمش اصلا نمیشه خوند. خب این کیه؟ چه بازیکن خوبی هم هست. دفاع چپ، هافبک چپ، مهاجم چپ، دفاع راست، هافبک راست، مهاجم راست، اینو بگیر. شوره برای انتقال بدم اینا که چقدر میگیره این بدر سوخته. خب 12 میلیون میگه میگیرم، من بیشتر بهت میدم. حقوق سالانه چقدر میگیری؟ 3 میلیون بیاد داشت. 2 ساله بهت میدم. 2 ساله ایشون بیاد. ویلیام روی ضد حمله بهمون اوورال خوبی میده. میتونیم بگیریمش. مون تا سنش بالا دارم میگم، سنش بالا. حالا ما به این درخواست میدیم چقدر میخواد ویلیام؟ بده همون 13 میلیون 14 میلیون دیگه، زیاد بیشتر بهش نده دیگه، بیشتر خورد تو سرش. 2 ساله هم بیاد، همش 2 ساله. من 2 ساله با همه میبندم. ببین یا بعد اینو بگیرم یا بعد اینو بگیرم، نمیدونم کدومشو بگیرم. 27 سال این بهتر، اینو بگیر. این ببینم میاد 5 میلیون خدا وکیلی زیاده. تو چقدر میگیری؟ 22 میلیون باز این معقول تره، ولی من کم میدم. میدونم که نمیای، ولی خب به درک که نمیای. 2 ساله حقوقتو دارم زیاد میدم از اون ور، اما با اینم درخواست قرض 1 ساله میبندم که بی بازیکن نمونیم، بتونیم قهرمان بشیم. بذار ببینم که چیکار میتونیم بکنیم. حالا ما این همه داریم کار میکنیم، بعد شما در 2 دقیقه کلا کارای ما رو میبینید. هی خدا، مذاکرات رو ببینم چه خبره اینجا. بقیه تیم ها رو بزن. اوه این بازیکن گفته 12 میلیون میخوام، 3.7 هم حقوق سالیانه. اوکی بیا شما بیا. خوش اومدی عزیزم، خوش اومدی. بهترین بازیکن میشد که گرفتیم. 24 میلیون دیگه داریم. ویلیام چی گفته؟ های پدرشو صلوات. خب این که گفته اصلا مذاکره ناموفق بود، پس میمونه اینو این هم باید بگیریم دیگه. کارشون نمیشه که اول ویلیامو بگیر، اول شما ویلیامو بگیر، اصلا ببینیم پول به اون میرسه یا نمیرسه. اینم مثلا قبول شرایط، بودجه لازم اصلا نداریم. تنظیم شرایط میتونم بزنم، تنظیم شرایط چون بزنم مثلا با 8 میلیون و 600 اینا راضی میشه گزینه خرید من مثلا بزنم. گزینه خرید نرخ انتقال و مثلا مثلا چه میدونم اینقدر ندون به حقوق سالیانش مثلا زیاد بزن. حالا یک گول به مال کله طرفو دیگه ببینم جواب این چی میاد. بازیکن میرسن. آها ماشاءالله دو تا بازیکنمون رسیدن، اون یکی بازیکنم میرسه. متیون قراردادون بس و امضا کر رو این کچل خون بره امضا رو بکنه. آقای ویلیام خوش اومدی به تیم، خوش اومدی به تیم. فقط اینجا خونه خاله نیست گفته باشه، ما آفرین کد چهار پوشیدی عادت خوشم میاد. سیار کار دشواری در پیش داره آقای متیخان. خب میرم واسه اولین بازی کنفرانس مطبوعاتی ببینیم که چی گفته آقای متیخان. برای لباس پر از چروک خودش وارد میشه و بالاخره خسته شده این بازیکن سرمربی. ببینم که چی گفته. شما سال اول به عنوان سرمربی داستان شروع هست میکنید، در بازی اول تازه وارد در ترکیب استفاده میکنید از اون بازیکنی که خیلی خوبه. بله قطعا ممکن از اون استفاده کنم. شک دارم از اون استفاده بکنم یا نه، بابا قطعا میخوام استفاده کنم. مثلا ممکن از اون استفاده کنم. چی داره میگه مهدی؟ اگه ما میخوایم برای پیروزی دورخیز کنیم، فلسفه تیم عامل مهمی خواهد بود. اون ممکنه تازه وارد باشه، اما من کاملا انتظار دارم که اون نقش مهمی در برنامه بازی داشته باشه. قشنگ خودمه. بذار ببینم این چی گفت. میاد یا نمیاد تکلیف ما روشن کنه. 9 میلیون نمیتونم بگیرم داشم متاسفانه اونو نمیتونم بگیرم. حالا ولش کن ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. اولین بازی با رئال سوسییداد ساعت 9 شب در ورزشگاه نیو کمپ. ساعت 7 شب هم دو تا بازی بعدی با رئال بازی داریم. مهدی باید حواسش جمع باشه. ترکیب الان ببینیم. بازیکنان به شدت عالی هستن، فقط پیکه من نمیدونم اینو داخل چیکار میکنه. قرار بود داخل نباشه پیکه. این شد از ترکیب. ببینیم واسه بازی اول. بله مهدی خان میاد در رخکن صحبت میکنه، میگه چی حریف سرسخت این برای ترسی نداش ازشون نترسین، همه امروز تمام تلاششون رو میکنن، بنابراین میای کارمون رو درست انجام بدیم. مرسی مهدی خان. این اولین باره که در فصل مقابل هواداران خود حاضر میشیم از کار بکنیم که تا شایسته اونا باشیم و یادتون باشه اونا رو با ریتم بازی هماهنگ کنید. روی حالت سوپر استار بهتون نشون میدم، از این بازی یاد نمره بهتون نشون بدم. کله منو کندین شما از بس گفتین رو سوپر استار نیست و بنیامین هم اینجا شهادت نمیده. بله در ورزشگاه نیو کمپ اولین بازی فصل رئال سوسییداد و بارسلونا کل ورزشگاه پره. بله بازیکن حاضر شدن. مهدی خانم که بعد ببینیم بالاخره، ببینم مهدی خان نشون میده. ای رفقا، ای لواندوفسکی جان، شما هم بازی من بودین، تو رو هر دوستای ما رو سفید کنی. بله چیزی هم دارن میگن و آقای ویلیام هم داره همش نگاه میکنه به مهدی خان که بهش بگه چیکار بکن چیکار نکن. آنسوباتی هم که اینور هست و توپ زیر پای آقای لواندوفسکی است. احمق من نشون نداد. بله بازی شروع میشه، آقای لواندوفسکی بازی رو شروع میکنه. همین اول کار مهدی خان میکشه میگه برین جلو. پدری حرکت میکنه، به پدری پاس داده میشه. خود پدری حرکت کرده، به نظرم خیلی وسط خالیه و از اون طرف ما باید حواسمون رو جمع بکنیم. کنده حرکت میکنه، سانته کنده واسه آقای لواندوفسکی، توپ بریده میشه. اینجا یک تاثیرگذاری روی توپ هستش و میگیرن. حالا توپو میرن واسه زده حمله و ببینن که چیکار میتونن بکنن به لواندوفسکی. و لواندوفسکی اولین گل میزنه و تک تک هایی که مهدی بهشون یاد داده بود تونستن توپ رو برو بایند و گل اول بزنن. مهدی خان نشون بده، احمق مهدی رو نشون بده، گل مهدی رو نشون بده. بوسکس باید بگیرن توپشون، نذارن که دور بزنه بازیکن حریف. حالا اونجا وقتشه که پاسکاری رو انجام بدن و آقای لواندوفسکی خودش از اونجا شوت خوبی زد. ایزاک پاس رو میده و تمام از اون نیمه اول با یادداری یک برای چه مهدی خان.
بارسلونا تعویض میکنه، ویلیام میاد به سمت راست و از اون طرف رافینیا پای چپی میره به سمت چپ بازی میکنه. لواندوفسکی پاسشو میده، حرکت لواندوفسکی و میزنه تیر دو، یا نه گل نمیشه، بزن خاک عالم تو سرت، داره نگاه میکنه یارو رو. اما ساند کردن اونجا هستن حضور. شانس آوردش که گل نخورد مهدی. جول کنده میاد اونجا توپگیری میکنه، خود جول کنده نگران داشته توپو بعد به لواندوفسکی برسونه، اگه برسه که خیلی خوب میشه و میرسه به لواندوفسکی. لواندوفسکی یک لحظه تردید کرد و حالا اونجا چیپش تموم میکنه کارو. همون چیزی که مهدی میخواست رو برآورده کرد، همون چیزی که مهدی میخواست رو برآورده کرد. حالا دوباره هیچ بارسلونا، اولین بازی و اولین مورد مهدی خان، اولا که بتون نشون بدم رئال سوپر استاره، رئال سوپر استار. بازی ما ویارال هیچ مسابقه مطبوعاتی هم فعلا باشون بامون نشد. ویارال یک تیم بسیار قویه و میتونه قشنگ سر تیم ما رو ببره. 4-4-2 هم داره بازی میکنه و ما اینجوری داریم بازی میکنیم. بعد از بازی شروع میشه در یک ورزشگاه کوچولو مچول و در یک هوای نیمه ابری، یعنی ابری که مهدی خان دوست داره بارون نمیاد زمین خشکه، این هوا هواس. ویارال بازی شروع میکنه، ویارال خیلی قویه، بعد حواسمون باشه مهدی خان فعلا جلو نمیکشه. بگی حرکت میکنه، پاس به گابی، گابی تکسر کار میکنه، از اون سمت کنده به خود گابی پاس داده میشه و گابی حالا به وسط و کاتزار میتونه لواندوفسکی باز کنه دروازه رو که نشد و دوباره برگشت تو. پدری نگه میاره تو و دیپای حالا کاتزار و نشد. ای بابا بد داره کار میکنه بارسا. حالا پدری چی کار داره میکنه اونجا؟ چه گولی زد پدری، چه گولی زد، کسافت. اکثر دارن کار میکنن، دیپای حرکت کرده، خود دیپای کسی نگرفته دیپای و میزنه دیپای شوتشو تموم. ببین بین دو نیمه چی گفتم بهشون، حالا شادی مهدی رو مشاهده میکنیم. حالا پدری اونجا صاحب توپ میشه و به راست دیپای یک دبل تاچ و حالا شوتش گل نشد. دیپای پاس رو میدن اونجا، هنوز هیچی تمام نشده. سرخی و روبرتو حرکت میکنه، چه حرکتی هم کرد و حالا پاس رو بیرون و گل نشد و لواندوفسکی کار تموم کرد. سه بر هیچ بازی دوم. اوزیل رو واسه من پیدا کرده، اون یکی از این بازیکن ها رو به نظرم بگیریم خوبه. تییاگو سیلوا هم خیلی واسه من دفاعمون خوبه، یه بازیکن سندار خیلی خوبه. آقا تییاگو سیلوا رو بگیر، یه پیشنهاد رد نشدنی بهت میدم. ببین دارم خدای کل بودجه رو هدر میدم، ولی میدونم که بازیکن خوبیه تییاگو سیلوا. خب آخرین روز نقل و انتقالات قسمت اول، محتوی نگاه میکنیم با لباس جدید چنیدم که خطافه دنبال خرید فلانیه. اونا به ما گفتن که برای ارسال پیشنهاد رسمی به 4 سال زمان نیاز دارن. خب این بازیکن تا مدت ها ما رو تگ نمیکنه، اما بعد صبر کرد و دید اوکی محتوی خان داره چی میگه بهشون. آقای تییاگو سیلوا میاد یا نمیاد؟ بله که میاد داداشم، اگه میشه نیاد تییاگو سیلوا داش. خیلی خب ما دیگه چیزی نمیخویم، اما اگه میخویم بازیکن بخرین زودتر بخرین ازمون، نمیخوام پس بزن گذراندن تمام. بعدی کار رو از لیگ اروپا شروع کردیم، رفقا به خاطر اینکه بارسا واقعا ضعیف شده، اومده خودش هم الان لیگ اروپا اومده دیگه. بله خب محتوی خان با سرخی و بازی اومدم کنفرانس مطبوعاتی ببینیم که چه خبره و چه اتفاقی افتاده. شما اومده هستید به مرحله گروهی لیگ اروپا، اولین آزمونتون رو انجام میدین. برنامه بازی شما چیه؟ برنامه بازی آقای مهدی خان چیه؟ برنامه بازی چون در اولین بازی گروهی چیه؟ ما برنده خواهیم شد، این فقط یه مسابقه است، ما نمیتوانیم ببازیم. بگو ما نمیتوانیم ببازیم. هر سه باشگاه این گروه باشگاه بزرگی در کشور خودشون هستن. حقیقت رو بگم اینکه در شش بازی خود شکست نخوریم مهمتر از مردن اوناست. من میخوام به هر قیمتی چون در اولین بازی خود از شکست گلوگیری کنم. حالا اوورال تیمو ناکن، تییاگو سیلوا رو گرفتم اوورال تیمو ناکن. البته پیک بعد بره بیرون، پدر مدربردی تو. میرن اولین بازی خودشون انجام میدم ببینم که بدون کمک من میتونیم ببریم یا نمیتونیم ببریم. 4-2 میبرم ان شاء الله. اولا که بهتون بگم ساعت 7 شب در ورشگاه نیوکم با رئال بازی داریم، همینطور که جدول داریم میبینیم رئال هم هر دو تا بازی اولش رو برده و شرمنده آقای ادیتور ما باید رئال رو ببریم دیگه. اوکی بازی اوکی بذار ببینم که چیکار کردن اینا. اینا یه کاردیو گرفتن، آقای کریم بنزما رو گذاشتن بیرون، عجب خنگایی هستن. بله اوورال 92 پیکه، چرا هی داره میاد تو پدر من در بردی تو. بله در ورشگاه نیوکم بارسلونا با رئال مادرید بازی داریم، اولین ال کلاسیکو که متقن در سر ما ربگری میکنه. در سالونی که دارید میبینید داریم میریم برای بردن رئال. ببین ال کلاسیکو رو خدای هر کی ببره احتمال قهرمانیش خیلی زیاده، اون تیمی که ال کلاسیکو رو میبره. وضعیت وخیم شده اونجا. وای تمام است این اول، 0-0 سخت شده بازی. بازی شروع کن. وای نشد، خدا برگرده. آقا زد دیگه، قشنگ زد خدا وکیلی. بزن گلو، بزن تموم. حالا من فیستی پای گلو میزنم با تعویضی که مهدی انجام داد، تعویض بین بازی کنم مهدی. حالا خوشحاله بالا پای میپره. اولین ال کلاسیکوی تاریخی که مهدی خان حضور داشته و داره میبره.
بده من دیگه بابا، بده من. ولی حالا از اون سمت پاس میندازن و تموم کار. یا نه، نشود. دهنش تمام، مساوی. خیلی خوب، چی گفته؟ گفته بازیکن تازه وارد ویلیان انتظارات رو بالا برده. ای بابا دارم حرف میزنم، میدونم چی داره میگه. از زمان انتقالش به بارسلونا این بازیکن بسیار بیشتر از پولی که بابتش خرج شده ارزشمند نشون داده، بازی موفق بود در این باشگاه، در حال حاضر تیتر یک شبکه های اجتماعی شده. بفهم افتتاحیه لیگ قسمت سوم عتیقان پوشه رو زده زیر بغل. شروع بعد نشه، ما باید اونم حتما بالاتر بشیم، دنبال بردهای بیشتره. راست میگه دیگه، راست میگه. من هنوز یه چیزایی تو آستین دارم. با اینا بازی داریم دیگه. خلاصه بهتون بگم که اوکی، بزن برو ببینم که چه اتفاقی میفته. چهار بردو میبره این بازی رو، چهار بردو میبره و صدر جدول میرسه. این بازی احتمالاً ببازیم، اما انشالله که ببریم چی میشه نتیجه. یک بر هیچ میبره، یک بر هیچ. بله، فقط توازن گل رئال رفت بالا. چرخش ترکیب قسمت اول ما روسای صدر رفت میتونیم بنابراین من فکر میکنم که باید به آن سوادی کمی فرصت بدیم و به برخی از بچه های دیگه استراحت بدیم. به هر حال اونا به تجربه مستقل نیاز دارن، ممکنه عقبات باشه. بازیکنان جوان ما از این فرصت بهره مند میشن. بله ببین، باید به اینا تمرین بدم، تمرین متمرکز باید بزنم، دفاعشون رو به شدت ببرم بالا چون نیاز دارم واقعا بهشون. اوکی، یه تمرین ریزی بود که ما به بچه ها دادیم. اتلتیکو بیلبائو هفته هفتم. اتلتیکو بیلبائو چندمه؟ باجی اصلا این چ بلکن بابا، برین خودتون ببرین، خدا وکیلی برین خودتون ببرین. سه بر هیچ، بارسا باخت. ببینم بالا بانت خودمون بازی کنیم، چیه مشکل تیم که اینقدر داره کم گل میزنه؟ یا تاکتیک بده یا چیدمان بازیکن‌ها بده. اوکی بریم ببینم که چیکار میتونیم بکنیم تا نیم فصل ببینم که چه نتیجه میگیره مهدی. خب اولین گلی که من زدم الان چیکار داشت مثلا این کاری که شما نمیتونستین انجام بدین؟ بودو گل بعدی الان چه مشکلی دارین شما ها؟ نیمه اول اینا دو بر هیچ، چی شد مثلا؟ مشکل گلزنی داره تیم در کل دیگه، ولی اینکه چطوری این مشکل رو رفع کنیم مهمه. وسط تر گل نمیشه و دوباره برمیگرده توپ. حالا تیر دو و تمام. حالا پدری کاتدار و تمام. سه مرهیچ میبره مهدی خان. ببین تیم یه ذره یه نموره اصول میزنه. خب حالا دوم میشه بسیار. نکن اونا 23 امتیازی، اما 22 امتیازی، این پایینی ها 21 امتیازی، 21 امتیازی هم داریم. یعنی یه دونه بازی به بازی سر تیم بریده شد. برد های متوالی بارسلونا، بازیکن تیم یعنی آقای فلان که اسمش دقیق نمیدونیم، میلیچه چی اسمش، نظرش رو در مورد مسابقه اخیر گفته. من خودم احساس خوبی دارم و اعتماد به نفس تیم هم بالاست. اوکی، ساعت 5 بعد از ظهر در ورزشگاه نیوکمپ با اتلتیکو مادرید بازی داریم که یکی از مدعیان قهرمانی و فقط با ما یک امتیاز فاصله داره، همینطوری داره میبینید. بریم ببینم تو این بازی چیکار میکنیم. خودم این بازی رو بازی میکنم، ببینیم که مهدی خان میتونه بالاخره به صدر جدول برسه یا نمیتونه برسه. در ورزشگاه نیوکمپ بارسلونا مهدی خان تیمش رو به زمین برده و ببینیم که اگر این بازی رو ببریم ما، اگر رئال مادرید مساوی بکنه یا به بازه ما به صدر جدول رسیدیم، بازی شروع میشود. آنسو فاتی به وسط تر میرسونه توپ رو، خودش میرسونه با آنسو فاتی و آنسو فاتی شودشو میزنه. شوتو بزن. وای رفت. اینم ما سرعتمون بهش نمیرسه که. حفشو به والله پنالتی داد. ببین 100% این آوا چیز کرد، تمارس کرد، دایو کرد. دوان تو سرویس. بزن گلو تمومش کن. بزن گل بره تو گل دیگه. بی سابه یه دایی پله بکش اقعا ببینم. گاوی بد بازی داری میکنه. الکی هنگی زد بوداست. بودا آخرین اتکمون، آخرین حمله. وای بودو بزن گلو خاکش تو سرتون کنن. وای دارم میرم داور کسافت. وای سوم اومدیم شدیم. ای برون پدرت، اگر میبردیم اول بودیم. بزنیم رد بشه شلا این بازی ببینیم بریم صدر. یکیش بردیم. خب رئال بادیس یکیش بردیم، صدر جدول. خب آقا امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. تا اینجا ما صدر گروهیم و بازیمون همچنان ادامه داره، هنوز به نیم فصل نرسیدیم، اما داریم خوب پیش میریم و اینکه درست پیش بریم خیلی مهمه. رشد فالوورمون هم ترند شده. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و اینکه لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه. حتما ویدیو رو لایک کنید که بهم انرژی بدید رفقا. ممنونم ازتون. خدا نگهدار.